کشاکش مجاهدین با دیو سرنوشت در تاریخ معاصر ایران خمینی ضد بشر مسعود رجوی 19 بهمن 1363 بشریت در شورانگیزترین اسطوره‌ها و حماسه‌هایش راز خود را آشکار می‌کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. این راز که در عین حال راز رهایی یعنی راز بقا و تکامل فردی و اجتماعی نوع انسان است در کلمه فدا خلاصه می‌شود. از همین جاست که بن‌بست‌ها گشوده می شود، بسا جبرهای کور در هم می شکند، تقدیر سرکش و وحشی به زانو در می آید و بالمعال کون و مکان مسخر آدمی می شود. اما کشاکش انسان با دیو سرنوشت، سرنوشت قدار و تیر و تار، بسا سهمگین و پرتلاطم خونبار است، چرا که هیولای تیر روزی و اجبار به نحوی غیر قابل توصیف ستمگر و سفاک است. بی دریغ تنوره می کشد و آدم می خورد. دشمن صلح و زندگی است و با تمام قوا به هلاک هر سو نسل می پردازد. بربریت مجسم است، همچون خمینی است، به سان مار که فقط بایستی با قاطعانه ترین و محکم ترین ضربه ممکن سرش را به سنگ کوبید و خلاص شد. حماسه های بزرگ و حقیقی که واقعی ترین اثرات سرنوشت ساز را بر جای می گذارند در همین کشاکش خلق می شوند و البته با فدیه ها و مهنت های عظیم همراهند. آنها اوج تعالی بشریت را منعکس می کنند. حماسه عقیدتی و میهنی موسی و اشرف و دیگر شهدای قهرمان عاشورای مجاهدین از این نوع است. آنها که در فدای خود زندند، آنها که غرق در عشق بزرگ خود گشتند و نسلی را و خلقی را هم به آن زنده می دارند. خواهر نازنین و والا مقامم آذر رضایی نوشته بود: می جنگیم پس زنده ایم، زنده آنهایند که پیکار می کنند، آنها که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است، آنها که از نشیب تند سرنوشتی بلند بالا می روند، آنها که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می برند و روز و شب پیوسته در خیال خیش یا وظیفه‌ای مقدس دارند و یا عشقی بزرگ. اما چه کسی نمی‌داند که عشق‌های بزرگ و رهای بخش که به میلادهای شکوهمند و شورانگیز راه می‌برد پیوسته با دردها و رنج‌های بیکران همراه است. سردار خیابانی خود در آخرین روزهایش گفته بود: دردها و رنج‌های ما بی‌پایان است و چه می شود کرد و چه باک که راه سعادت و رستگاری آدمی با این دردها و رنجها قرین و راه تعالی و تکامل بشریت همواره از خلال درد و رنج و خون و شکنجه و شهادت گذر کرده است. همیشه هم حرکتها و رسالتها و تولدهای بزرگ با دردها و رنجها و مشقتهای بزرگ همراه است و قاعدتاً ما هم به عنوان انقلابیون موحد به هرچه که در راه خلق و خدای من به ما میرسد خوشنودیم و مطمئنیم که این دردها و رنجها و خونها و جانها که ما در راه انجام مسئولیتهای من در راه پرشکوه من تحمل و تقدیم میکنیم هرگز هدر نمیرود، بلکه اینها لازمه آن دگرگونی عظیم و میلاد شکوهمند و شورانگیزی است که ما در پی تحقق آن هستیم و بیگمان بران دست خواهیم یافت.
در آن سو طبیعی است که دشخیم در حضیض کوتهبینی بلاحت بار خود هر آنگاه که قهرمانی را بر خاک افتاده و در خون تپیده ببیند سر از پا نشناسد و با اجساد شهدا نیز سفلگی کند. چهار شب پرستان که گمان می کردند دیگر قهرمانان کشته شدند و دور مجاهدان به سر آمد. نمی دانستند که حماسه هایی چون موسی و اشرف دیگر بار ققنوس وار از خاکستر خود برخواهند روید و تا جاودان تکثیر خواهند شد. سنبل و اشرف زنان مجاهد نوشته بود اگر خمینی میپندارد که با این بگیر و ببندها و این کشتارهای وحشیانه میتواند جلوی حرکت خروشان انقلابی خلق به خصوص خواهران ما را بگیرد، و همان خیال باطلی گرفتار شده که همواره اسلاف او همچون یزید و فرعون و حجاج و امثال اینها گرفتار بودند، او با این جنایتها جز کینه و خشم انقلابی ما را نمی افزاید و جز آتش برای خود فراهم نمی سازد و باید بداند که رفتنی است، مخصوصا در زمانی که این نسل تربیت شده در آتش و خون و برآمده از قهر انقلابی خلق می رود تا بار تاریخی گران خیش را بر زمین گذارد و وظیفه انقلابی خیش را به انجام برساند و در این راه نه از شکنجه های سبعانه خمینی جلاد حراسی دارد و نه از ایثار و شهادت دریغ می‌ورزد. نسلی که به حق مرزهای میان حماسه و زندگی را در هم شکسته و خود به حماسه بدل گشته است. این است تجلی آن حماسه‌های سرفامی که میلاد خورشید رهایی خلق در زنجیر را بشارت می‌دهند. اختران شبتاب و فروزان در شبترین شب‌های تاریخ یک ملت که با بلندترین ریسمان شرف در تاریخ مجاهدت مسلحانه ما بر مرتفعترین کوهستانهای افتخار و جاودانگی قد کشیدند. بگذاریم که فقدان و فراق موسی و اشرف مهنت عظیمی است، بسا جانکاه و طاقت فرسا. اگرچه باید این فراقهای بزرگ را بیش از پیش با عشقها و مسئولیتهای بزرگتر تحمل نمود. هر که او از همزبانی شد جدا بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. شاد باشی ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما. از طرف دیگر باید یقین نمود که پیام نهایی این حماسه های آتشین جز تضمین و حتمیت پیروزی نیست. سنگ ریزه ها نخواهند توانست جلوی حرکت آبشار و سیل خروشان هستی را بگیرند. پس بر شب تیره و تار خمینی است که به سر آید، بر زنجیرهاست که پاره شوند و در تقدیر ملت ایران است تا میلاد خورشید تابان صلح و آزادی محقق گردد. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، همانا که سست بنیادترین خانه ها خانه عنکبوت است. مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی، سلام بر موسی، سلام بر اشرف.
موحدین هستند، خواهی نخواهی هستند. و اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند، ما قادریم و حاضریم قاطعانه به آنها بگوییم که نه، اشتباه میکنید، مجاهدین را نمیشود از بین برد. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. مگر گذشته نشان نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حقه. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد، دست دیگری حتما آن را برخواهد گرفت. پس ما حق داریم امیدوار باشیم. ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آنها استقبال کنیم. ما حق داریم بر توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند بزنیم. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. پیروز باشید. یک نامه اشرف شهیدان قبل از شهادت، بهمن 1360. بچه‌هامون، با تمام عزیزانم، با تمام نور چشمانم، همانهایی که قهرمانان شهید می‌شوند، همیشه با آنها، با آنها شکنجه می‌شوم، با آنها فریاد می‌زنم و با آنها می‌میرم و زنده می‌شوم. نمیدانم آتشی را که تمام وجودم را از نوک پا تا مغز سرم، از پوست تا مغز استخوانم فرا گرفته چه کار کنم. باور نمی کنم که هرگز این آتش خاموشی داشته باشد. چقدر مرگ در این شرایط ساده تر از زیستن است. وای وقتی خبر شهادت ها می رسد، باور کن با یاد شهدا به خواب می روم و با یاد شهدا چشم باز می کنم و به یاد انتقام زندم. عشق مجالم نمی دهد. اگر بدخط و ناخواناست ببخش. نمی دونی مثل این که دیگه این جسم قدرت کشیدن این روح آسی رو نداره. دلم می خواد پر بزنم و برم پیش بچه ها، پیش همون خواهرها که شبها جای خوابیدن نداشتن و حالا راحت توی قبر آرمیدند. آخه چطوری میشه این تضاد رو حل کرد؟ تا کی میشه آب رو توی چشمه نگه داشت؟ جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این چند ماه چه گذشت. فکر نمی کنم در فرهنگ ملت ها کلمه ای پیدا بشه که بتونه آنچرا که در اینجا میگذره نشون بده.
مثل اینکه فرهنگ جدیدی باید ابداع بشه. به خدا قسم مصیبت این ملت از عاشورا کمتر نیست. رذالت، دناعت، خیانت و شقاوت در اوج خودشون باز کمتر از چیزی هستند که اینجا جریان داره. یاد خاطراتی میافتم در زندان. موقع ورزش همیشه به بالاترین آجر حیاط نگاه میکردم و نگاهم میلغزید و میامد پایین. گاهی اوقات پرنده ای هم آنجا بود که اکثرا حواسم را توی ورزش پرت میکرد. تناب رخت ها، شیر آب و خلاصه بچه ها چقدر با همه آنها احساس یگانگی میکردم و در این حال تنها بودم. چقدر با آن آجر، با آن پرنده، با شیر آب و با تناب رخت ها و با بچه ها احساس نزدیکی می کردم. این که همه آنها در نهایت همراه و مددکار هم و به همراه من و همه انسان ها، همه سنگ ها و همه کوه ها و همه کبوتر ها و همه و همه هستی به پیش می روند. توی کمیته وقتی سرم و فرنچ می انداختند که ببرند بازجویی، با موزاییک های زیر پام احساس یگانگی می کردم و می خندیدم. و این سیل خروشان هستی پیش میره. و چقدر احمقند اینها، این سنگ ریزه ها، که میخواهند جلوی حرکت آبشار و سیل خروشان هستی رو بگیرند. خنده داره. با چی دارند میجنگند؟ با خدا؟ میدونم که اونجا در خارج بهت سخت میگذرد. با روحیات و خلق و خوی تو و عواطفت آشنا. حتم دارم که مثل شیر زخمی به خودت میپیچی و ترجیح میدهی که خودت به جای تک تک شهدا شهید بشی. مثل همیشه دعات میکنم که بتونی باری را که به دوشت هست با سرفرازی بکشی. مردم ما واقعا قهرمانم. یا انصار ابی عبدالله، سلام بر توی اشرف و سلام بر توی موسی و سلام بر هر مجاهدی که امروز با شما و در رکاب شما خنده به لب به خاک و خون بی جان شد. به ابی انتون و امی تبتون، پدر و مادرم به فدایتون با و تابت الارض التی فیها دفنتم و چه پاک و پاکیزه شد اون خاکی که شما در اون مدفون شدید و فوزتم فوزا عظیما و رستگار شدید رستگاری بزرگ فیا لیتنی کنتم اکم فافوز و فوزا عظیما. کاش با شما می بودم، کاش با شما می بودم و رستگار می شدم. و به نام خلق قهرمان ایران، به نام اشرف و به نام موسی، به یاد شهدای عاشورای مجاهدین، عاشورای 19 بهمن، از اینجا به خلق قهرمان ایران تا هر کجا که زیبای ایرانی برسد. اینجا با خمینی جنگی تمام عیار بود، نه فقط از نظر نظامی، قبل از هر چیز جنگی ایدئولوژیک.
داستان آغشته به خون نسلی است که دائما بایستی بپردازه، دائما بایستی فدا بکنه، پیوسته باید از عزیزانش دل بکنه و پیوسته درس و صبر و مقاومت بیاموزه، پیوسته بایستی پای حرفاش بخوابه تا انتهای مسیر بره. داستان یگانگی، یکتایی و یکتاپرستی است. تا رسیدیم به روز موسی و اشرف، روز ذبح عظیم، فدای بزرگ. اما چه باک برای نسل، چه باک؟ به قول قرآن، مثل اونهایی که در راه خدا انفاق میکنند دارایی ها و سرمایه هایشون رو، مثل دانه ایست که در خاک کشته باشید، از یک دانه 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه، و اگر خدا بخواهد در مواردی باز هم افزوده تر و مضاعف خواهد کرد، چرا که خدا فزونی بخش و گسترش دهنده است و داناست. پیام به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار آزادی موسی خیابانی و سمبل زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی، 19 بهمن 1362. براستی موسی شیراهن کوه مردی بود، سرسخت و استوار و سازش ناپذیر، که حقاً در یکی از سیاه ترین ادوار تاریخ ایران غیرت و غرور و بیباکی و عزم جزم یک خلق رزمنده و قهرمان را در خود منعکس می کرد. با اعتماد به نفس و با آنچنان شخصیت مستحکمی که در بحرانی ترین شرایط باز هم صبور و آرام و مطمئن کنترل خود و امور تحت فرماندهیش را حفظ می نمود.
از آن گونه مردان که در ظاهر هیچ نمود و داعیه‌ای ندارند، اما به هنگام سختی و محنت و در ساعت رزم‌آوری آنچنان می درخشند که گویا لنگر استوار کشتی در مسیر پرتوفانند. مردانی با یک دریا از پاکترین، بی‌آلایش‌ترین و معصومانه‌ترین عواطف شفاف و زلال انسانی که هر ظلمت و تیرگی را در امواج نگاه نجیب خود شستشو داده و محو می کنند، یا در اعماق جنگل بردباری و حلم خود مخفی می نمایند. مردانی که البته دیر جوشند و از آنجا که هیچ نیازی به مخفی کردن عواطف خود نمی بینند، چه بسا اگر بی جهت مزاحم آنها بشوید، ابتدا کمی سرد و تند خو جلوه کنند. اما از آنهایی هستند که میتوان یک عمر به آنها تکیه و اعتماد نمود، به سادگی آری و نه نمیگویند و هرگز پرچانگی نمی کنند. گاه حتی باید با تأکید و اصرار آنها را به سخن گفتن و ابراز نظر واداشت، اما آری و نه آنها را باید بسیار جدی گرفت و بر روی آن تا پایان یک مسیر حساب باز کرد. معلم کبیر و شهید بنیانگذار ما محمد حنیف نژاد از سالها پیش بر روی خصائص موسی تکیه می کرد، به نحوی که در اوان دستگیری موسی در شهریور سال 50 او را در مواجهه با تمامی آزمایشات شکنجه و زندان صراحتاً تضمین کرده و به سایر برادران گفته بود که موسی از پس همه آزمایشات برخواهد آمد. اما در مورد اشرف، زنی که مرادف مفهومش در هیچ کجای فرهنگ ننگالود شاه و خمینی یافت نمی شود، زنی که از آغاز همه دشت و بیابانها و جنگلهای انقلاب را در نوردیده و به راستی به درک محضر محروم ترین توده‌های مردم در روستاها و شهرها و شهرکای مختلف نائل آمده بود، زنی که لحظه به لحظه با انتخاب آگاهانه و آزاد خود به هویت انقلابی و توحیدیش نقش داده و در تمامی قامت از تیغ برنده رنج های شکنجه و شلاق زخم ها داشت، با گوشی ناشنوا شده بر اثر ضربه دشخیم و آثار زخم و شکنجه های پس از انفجار، با دریایی از خلوص و ایمان انقلابی که کمترین انگیزه تظاهرآمیز و خودنمایانه به آن راه نداشت و در هر قدم می شد این صفا و پاکیزگی درونی را با آزمایش جدیدی در گذشت و فداکاری محک زد. از آن گونه زنان که از آنچه اصطلاحاً آثار بازدارنده نابرابری های تاریخی نسبت به مردان نامیده می شود، اثری با خود نداشت و چه در دوران دانشگاه و چه در درون سازمان یا زندان و چه بعد از آن، آنقدر اندیشیده و خوانده و برخورد کرده و محتوای واقعی کسب کرده بود که دیگر هیچ چیز نمیتوانست در او کمترین تزلزلی ایجاد کند. با جامعیتی در خور ستایش که مهارت‌های مبارزاتی و فنی و حرفه‌ای و نظامی ویژه‌ای به او میداد و قابلیت‌های او در اداره امور خانه و خانواده را نیز مضاعف می‌نمود، همراه با آنچنان علو روح و سعی صدری که ظرفیت و تحمل و طاقتی خیره کننده به او می بخشید. به راستی آنچه شخصاً طی یک زندگی مشترک به رأی العین در صفات ارزنده انقلابی در او دیدم، در کتاب‌های مربوط به شرح احوال برجسته ترین زنان انقلابی معاصر نیز نخوانده‌ام. در زمره انقلابیونی بود که درک آنها از آنجا که در پاک باختگی کامل هیچ اصراری به درک شدن حق و مرتبت خود از جانب دیگران ندارند
مشکل است. اما در جریان کار و زندگی، در هر قدم احترام و خضوع آدم نسبت به آنها بیشتر جلب می شود و تنها وقتی به درک کامل مرتبت آنها نائل می شود که دیگر در دست رس نیستند و پروانوار به دیار اعلا پرکشیدند. همانها که نظاره کشتارها و جنایات خمینی سخت ترین و رنجاورترین بخش زندگی آنهاست و در این رابطه نزدیک است که در اقیانوس عواطف انسانی خود غرق شده قالب تهی کنند، یا در آتش این اندوه بزرگ بارها به جای کبوتران خونین بال میلیشیا بسوزند و خاکستر شوند، و یا در گورستان زنده زنده در کنار آنها بیارامند. این سیمای اشرف زنان و خواهران و مادران مجاهد ماست که گسسته از قید و بندها و فرهنگ دورانهای استثماری وجود تاریخی جدیدی را که زن انقلابی موحد و مجاهد باشد عرضه می کند. زنان مجاهد در همین راستا سر بر قدوم فاطمه زهرا و مریم عذرا می سایند. فرهنگ فوداری داره و به اصطلاح ما در روابط احزاب رعیتی باید ریشه افکارون رو جستجو کنیم، سعی میکنی که نشون بده که اساسا زن در پیشرفت جهان هیچ نقشی نداشته و وظیفه اون فقط منحصر به بچه داری و خونه داری و توی خونه موندن و انجام یک کارهایی از قبیل آشپزی و خونه‌داری و خیاطی و بافندگی و بالاخره هر کاری که بشه توی خونه انجام داد. این مسئله کاملا روشنه که زنی که وارد عرصه اجتماعی نشه و در محیط بسته خونه بمونه با کدوم آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی قادر خواهد بود فرزندان مناسب جامعه تحویل بده؟ پیام خواهر مجاهد اشرف رجوی به خواهران و مادران قهرمان ایران به مناسبت شهادت ده‌ها خواهر رزمنده و اعدام‌های دست جمعی خمینی 31 شهریور 1360. زن قهرمان ایرانی با آگاهی و ایمان پرده‌های ریا و فریب را از صورت خمینی خوناشام به کناری می‌زند و او را در جهان افشا و رسوا می سازد. زنی که جز با زبان قهر با خمینی دجال حرفی ندارد. پس قابل درک است که چرا خمینی دشمن خود را در چهره او می بیند و دست به کشتار آنها می زند.
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، خواهران و مادران رزمنده و قهرمان، خمینی جلاد در کشتار بیرحمانه دختران و زنان مجاهدی که در برابر ظلم‌ها و جنایات خمینی و رژیم قرون وسطایی او حاضر به تسلیم نبوده و در راه آزادگی و شرف استوار ایستادند، هیچ تردیدی به خود راه نداد. در میان خواهران مجاهد ما که به دست جلادان خمینی تیرباران شدند، چندین زن باردار نیز وجود داشت که خمینی در کشتار آنان و فرزندانشان نیز هرگز درنگ نکرد و وحشیانه ترین و سفاکانه ترین جنایات را که در تاریخ بی سابقه است، یعنی کشتار زنان باردار را نیز در کارنامه سیاه سفاکی های خیش ثبت کرد. چنین جنایاتی نه تنها در تاریخ میهن ما، بلکه در تاریخ سراسر جهان بی سابقه است و اصولاً در هر جامعه ای اعدام حتی یک زن خود ثقل خاصی دارد، چه رسد به جنایت هولناکی که به دست خمینی خوناشام چنین آسان انجام میپذیرد. زشتی و رذالتی که در پس این گونه فجایع نهفته است به راستی غیر قابل وصف است. نوباوگان ما را در دادگاه های مخفی یک دقیقه‌ای و حتی بدون یک ناظر محکوم به اعدام میسازد و 24 ساعت از دستگیری آنها نگذشته، حتی بدون احراز هویت به جوخه اعدام می سپارد. روزی نیست که خبر شهادت ده ها تن از پاکترین فرزندان این خلق را به دست اوباشان خمینی نشنویم. فرزندانی که اگر زمان گریستن بود، جا داشت برای هر کدامشان به حق خون بگریم. ولی نه جای گریستن است و نه جای پریشانی، که هنگامه نبرد است و انقلاب. و حقیقتاً که ما در لحظات شورانگیزی از تاریخ حیات بشر زندگی می کنیم و مسئولیت بزرگی بردوش داریم، لحظاتی که شاید خود ندانیم چه نقش تعیین کنندهی در سرنوشت اسلام و قرآن و رهایی و رستگاری بشر ایفا می کند. شاید بسیار زود باشد که ما و نسل ما خود شکوه این قهرمانی هایش را به درستی درک کند، آنچنان که صدها سال لازم بود که قهرمانی های زینب، این معلم کبیر و جاودانه زنان مبارز و قهرمان ما، بارهای خیش را بر زمین گذارد و ارزش واقعی و تاریخی آن روشن گردد. آری، خواهران و مادران قهرمان ما از تبار اویند، از تبار مبارزی که در بارگاه یزید فریاد برآورد که ای یزید، زود باشد که انتقام خود را از تو باز ستانی. و زینب این قهرمان کربلا و تمامی تاریخ با این کلام تنها به انتقام خون شهیدان کربلا اشاره ندارد، که به انتقام تاریخی جریانی پاک و بالنده و پویا از جریانی خبیث و میرا نظر دارد که بر گرده مردم سوار است و خلق و همه نیروهای خلاقش را در آتش فساد و تباهی و شرارت و جنایت خیش می سوزاند. و حال ما بیان که مرعوب این جنایتها و رذالتهای خمینی گردیم، در دنباله سوگند تاریخی زینب، با قلبی سرشار از کینه و خشم، کینه و خشمی برآمده از خون شهیدانمان، سوگند یاد می‌کنیم به نوباوگان دنیا نیامده فاطمه حسینی‌ها که در بطن مادر آماج گلوله‌های مزدوران خمینی شدند. سوگند یاد می‌کنیم به خون پاک نوباوگان شهیدمان همچون فاطمه مصباح‌ها. سوگند یاد می‌کنیم به سحرگاه‌هایی که خیلی اسرا به شهدا می‌پیوندند. سوگند یاد می‌کنیم به اشک چشم یتیمان این انقلاب. سوگند یاد می‌کنیم به چشمان براه مانده همه کودکان بی مادر. سوگند یاد می‌کنیم که تا پیروزی نهایی و حاکمیت خلق دست از مبارزه بر نداریم و تا سرود فتح و پیروزی را در گوش کودکان این آب و خاک سر ندهیم، از پا ننشینیم. ایمان داریم که در این راه پیروزی نهایی از آن ماست.
درود به روان پاک شهدای 28 شهریور، درود بر تمامی شهدای خلق به ویژه خواهران و مادران شهید، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اشرف رجبی، 31 شهریور 60. روزی که شهید حنیف را گرفتند، در ساواک جشن و پایکوبی برپا شد. شرایط سختی بود. ما همیشه در سالهای پیش از 50 آرزو و رویای من ورود به مرحله عمل نظامی بود، به مرحله‌ای که به رژیم ضربات مادی بزنی. در آستانه چنین مرحله‌ای ما چنین ضربه‌ای خوردیم. رژیم سواک، ایادی رژیم، تصور می‌کردند که حرکت را در نطفه خاموش و خفه کردند و تبلیغ می‌کردند که تمام شد، مجاهدین تمام شد. نمیدونم، اون موقع هنوز شاید نام مجاهدین بر خودمون نگذاشته بودیم. با نامهایی میخوندن، میگوند به هر حال تمام شد. رسیدیم به یک مقطعی دیگر، همزمان با شهادت همین برادر. یک بار دیگر ما ضربه خوردیم. این دفعه ضربه‌ای سخت تر از قبل، این دفعه ضربه‌ای که تمام موجودیت من را زیر علامت سؤال و مورد ابهام و تردید قرار داد. این دفعه ضربه‌ای از درون. خب می‌دانی، ضربه اپورتونیست ها. شرایطی این دفعه واقعا سخت تر بود. زیاد وارد تشریح نمی شوم، منظورم رو می دونید، تو کتاب ها خوندی. هنوز هم ما به مقدار زیادی تاوان آن روزها را می پردازیم، تاوان آن مقاومت ها را می پردازیم که در آن روز کردیم. به ما گفتند توبه کنید، شما منحرفید. ما گفتیم نه. مگر نمیبینید ادهی درونتون مارکسیست شدن؟ خب شده باشن. این دلیل بر عدم حقانیت ما نیست. منحرفترین آدم ها در دودمان های انبیا و اوصیا بودن. موسی 40 روز قوم خودش را ترک کرد. 40 روز فقط. بعد از اون همه زحمت که کشید تا اینها را آگاه کند، تا اینها را نجات بدهد. وقتی از میقات برگشت، دید همه قوم گوساله پرست شدند. داستانشو میدونید. اشاره شد به آیه‌ای. هر جریان حقی ممکنه با عناصر باطل یهگاه آمیخته بشه، مثل جریان آب که کفی بر لب میاره.
هیچ حرکت انقلابی نبوده که با این مسائل روبرو نباشه. این دلیل بر عدم حقانیت ما نیست. ما راهمان درست بوده، حق بوده. و ما میدونیم و مطمئنیم و معتقدیم که این کف باطل هر چه زودتر به کناری خواهد رفت. اون روزا واقعا این ادعا خیلی ادعای بزرگی بود و اثبات اون هم خیلی مشکل بود، چون برعکس تمام واقعیات موجود بود. ما همه چیزمون رو از دست داده بودیم، ما از هر طرف زیر فشار بودیم. تازه کاظم و مصطفی را کشته بودن، ما دائم زیر شکنجه سواک بودیم در زندان اوین از چپ و راست. این آقایون تازه مارکسیست شده ها که خدا می دانن، هیچ خدایی را بنده نبودن. و اون آقایون دیگر هم همینطور می گفتن توبه کنید. آخه برای چی توبه کنید؟ کدوم کار غلط، کدوم حرکت غلط رو کرده ای؟ در هر صورت اون روزها هم گذشت. ما اون روزها به خودمون میگفتیم خب اگر ما حقیقتی و حقانیتی در کارمون بوده باشه، اگر ما حرکتمون برحق بوده باشه، مسلماً ما از بین نخواهیم رفت. نمیدونستیم هم چطورا، واقعا نمیدونستیم، ولی میدونستیم که از بین نخواهیم رفت و میدونستیم که این مدعی ها اونها از بین خواهند رفت. وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غایرتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر در طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کنند. البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.